رئیس اتاق صنعت و تجارت بهرین به شیعیان این کشور اهانت نمود به تازگی فیلمی در رسانه ها منتشر شده که نشان می دهد سمیر عبدالله ناس رئیس اتاق تجارت و صنعت بهرین ضمن خطاب قرار دادن یکی از اعضای شیعه این اتاق به وی و دیگر شیعیان بهرینی اهانت می کند در پی اهانت های سمیر عبدالله درگیری لفظی شدیدی به وجود آمده و با حمله فیزیکی او به یکی از اعضای شیعه درگیری لفظی به ضرب و شطب کشیده شده که با مداخله و میانجیگری وزیر کشور بحرین به پایان رسید از سوی دیگر خالد بن احمد آل خلیفه وزیر خارجه بحرین در توییتی در پایگاه اجتماعی توییتر توهین به شیعیان را در این نشست محکوم کرد و گفت کسی که به شیعیان بحرین توهین کند یک فرد نفوذی است و از ما نیست چهار نماینده مجلس بحرین نیز از دادستان کل این کشور خواستند سمیر عبدالله ناس رئیس اتاق تجارت و صنعت بحرین را بازداشت و زندانی کند توهین سمیر به شیعیان در رسانه های ارتباط جمعی نیز خشم بسیاری را برانگیخت برخی کاربران با اشاره به اینکه سمیر عبدالله ناس تابعیت مصری دارد و در توهینهایش نیز به خوبی لحجه مصری وی مشخص است خواستار بازگرداندن وی به کشورش شدند